با رونمایی از کریدور هند خاورمیانه اروپا، جهان در شرایط حاضر تبدیل به مکانی برای جنگ کریدورها شده است. مهمترین کریدورهای فعلی جهان عبارتند از کریدور کمربند و جاده توسط چین، کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب توسط روسیه، هند و ایران، و نیز کریدور هند خاورمیانه اروپا با هدایت ایالات متحده و در تقابل با کریدور کمربند و جاده چین. هدف اصلی کریدور یک کمربند و یک جاده که با هدایت دولت چین و از سال 2013 اجرایی شده و 60 کشور را در بر می‌گیرد، ایجاد شبکه وسیعی از راه‌آهن‌ها، خطوط لوله، بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های مرزی هم به سمت غرب از طریق جمهوری‌های شوروی سابق و هم به سمت جنوب، یعنی کشورهای پاکستان، هند و بقیه کشورهای جنوب شرقی آسیا است. ترکیه نیز در راستای اتصال بهتر با کریدور یک کمربند و یک جاده، پروژه کریدور میانی یا ترانس کاسپیان را با همکاری چین از سال 2015 آغاز کرده که ایران را از مسیر جاده ابریشم دور می‌زند. کریدور میانی در واقع جایگزین کریدور شمالی است که خط اتصالی چین به اروپا از طریق روسیه است. بعد از حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی دیگر تمایلی به استفاده از کریدور شمالی ندارند و تجارت از این مسیر 40% کاهش یافته است. در این میان چین علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی، یک ارتباط دیجیتالی با کشورهای شرکت کننده در کریدور میانی را هم در نظر دارد. این همان چیزی است که از آن به عنوان جاده ابریشم دیجیتال یاد می‌شود که شامل پروژه‌های مرتبط با مخابرات، ماهواره‌های فضایی و تجارت الکترونیک می‌شود. دومین کریدور مهم، کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب بین هند، روسیه، ایران، اروپا و آسیای مرکزی با پوشش مسافتی در حدود 7200 کیلومتر که اقیانوس هند و خلیج فارس را به دریای خزر متصل می‌کند و تا شمال اروپا گسترش می‌یابد. چنین ارتباطی مسیر سنتی را از طریق کانال سوئز دور می‌زند، مسیری که البته هم طولانی‌تر و گران‌تر است. مسیر کریدور شمال جنوب از خزر سه تا مسیر داره. یک مسیر غرب دریای خزر که مشکلات مربوط به آذربایجان رو ما می‌بینیم و گریبانگیر ما هست و حمل و نقل به خصوص برای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای مو. مسیر دوم خود دریای خزر است و مسیر سوم شرق دریای خزر که سیستم راه‌آهن خیلی اونجا فعال هست. برای کشورهایی مانند هند، روسیه و ایران این کریدور دارای اهمیتی راهبردی است، به ویژه برای هند که آن را در تقابل با کریدور یک کمربند و یک جاده چین می‌داند. یکی از نقاط استراتژیک این کریدور بندر چابهار ایران است که البته به نظر می‌رسد با طرح دیگر هند برای رسیدن به اروپا از تمرکز این کشور خارج شده است، اما همچنان یک نقطه مهم برای هند برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه به شمار می‌رود. سومین کریدور مورد بحث، کریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا است که از بنادر موندرا و ممبای در هند آغاز می شود، از طریق دریا به امارات می رسد و با عبور از عربستان و اردن به بندر حیفا رسیده و از طریق خطوط کشتیرانی راهی پیراوس یا دیگر بنادر یونان مانند ولوس یا کاوالا خواهد شد و از آنجا راهی قلب اروپا می شود. این کریدور که تحت حمایت آمریکاست میتواند در تقابل با کریدور یک کمربند و یک جاده چین در نظر گرفته شود، در حالی که هند و کشورهای اتحادیه اروپا سهامداران اصلی این طرح هستند. چندین کشور خاورمیانه با درک مزایای بالقوه این همکاری علاقه زیادی به مشارکت در آن نشان دادند. کریدور یک کمربند و یک جاده به چند دلیل در مقایسه با کریدور شمال جنوب و کریدور هند خاورمیانه اروپا برجسته‌تر است. اولا وسعت بیشتری دارد و 60 کشور را شامل می شود که 2/3 جمعیت جهان را تشکیل می دهد. در ثانی تعهد چین به اتمام این کریدور بسیار قوی است و تا کنون صدها میلیارد دلار برای آن سرمایه گذاری کرده و دیگر آنکه یک ابتکار چند وجهی است که شامل پروژه های انرژی، پارک های صنعتی و توسعه بنادر می شود. با این حال طرفداران جاه طلبی دهلی روی پتانسیل های هند برای تقابل با چین متمرکز هستند و در استراتژی آنها نه ترکیه بلکه این یونان است که در ایفای نقطه استقلال حرکت از شرق به غرب نقش مهمی پیدا می کند. موقعیت جدید یونان در کریدورها باعث شده این افسانه که شرق فقط از ترکیه میتواند به غرب برسد تضعیف شود. در این مسیر پروژه بزرگ دور زدن تنگه بوسفور نیز دنبال میشود.
کانال پیشنهادی 650 کیلومتری که از تسالونیکی از طریق اسکوپیه به رودخانه دانوب در صربستان میرسد، زمان حمل و نقل به دانوب را 3 روز و نیم کاهش میدهد و در هزینه و ترافیک دریایی نیز صرفه‌جویی میکند. از آنجا که ترکیه ضعیفتر به معنی پاکستان ضعیفتر نیز خواهد بود، همین خود میتواند انگیزه‌ای برای مشارکت هند در توسعه کانال تسالونیکی به دانوب باشد. همزمان با پروژه کانال، بازسازی خط راه آهن بلگراد به اسکوپیه صربستان را به قطب اصلی حمل و نقل و انرژی بالکان تبدیل می کند و از طرف دیگر اتصال راه آهن به بندر تسالونیکی نیز می تواند گسترش یابد، اتفاقی که ضربه بزرگی به جاه طلبی ترکیه خواهد بود.